شورای جهانی کلیساها در نامه‌ای ضمن تبریک عید سعید فطر و لزوم همکاری هرچه بیشتر با مسلمانان تأکید کرد. در این نامه آمده در طول سال گذشته همه ما محدودیت‌های جدی در آزادی خود در انجام عبادت عمومی تجربه کرده ایم و این یک آزمایش سخت برای همه جوامع بوده است. ما از همه کسانی که برای تولید واکسن زحمت کشیدند تشکر می‌کنیم و دعا می‌کنیم برکاتی که این واکسن‌ها به ارمغان می‌آورد هرچه سریع‌تر و عادلانه در بین مردم جهان تقسیم شود. در این نامه که به امضای کشیش دکتر یوان ساوکا دبیر کل موقت شورای جهانی کلیساها رسیده آمده، ما خوشحالیم که می‌توانیم به طور مشترک با همکاران خود در شورای پاپی گفتگوی بین دینی نشریه ای را با موضوع خدمت به جهانی مجروح در همبستگی بین ادیان و همزیستی مسالمت آمیز تولید کنیم. این نامه ادامه داد در زمانی که ویروس کرونا از مرزها عبور کرده و افراد را فارغ از منطقه و مذهب مبتلا کرده است، این سند اهمیت پاسخی را که از مرزها فراتر رفته و نیاز مسیحیان به کار با مسلمانان و سایر مذاهب دیگر را به نفع همه مردم تایید می کند مشخص می نماید. همچنین این نامه با اشاره به حوادث مربوط به اماکن مقدس نگرانی خود درباره تحولات اخیر بیت المقدس را بین عنوان کرده و از همه طرف ها درخواست کرده تا از خشونت و اقدامات تحریک آمیز بیشتر خودداری نمایند تا آتش برافروخته از این شعله برتر نشود. در پایان تأکید شده ما در شورای جهانی کلیساها مشتاقان منتظریم تا در همبستگی با شما دوستان مسلمانمان به نیازهای همه همسایگان خود پاسخ دهیم. باشد که خداوند به ما کمک کند تا به عنوان صلح خواهان در جهان همکاری کنیم.